جامعه مدنی، به رسانه ها و کار بکنیم با این نهادهای مدنی که مستقل از دولت ها هستن و اینها میتونن پیام ما رو به گوش جهانیان برسن و اینها میتونن به دولت های خودشون فشار بیاورن برای اینکه مسئله نقض حقوق بشر در جهان چیز بشه. شما ببینید بزرگترین روشنفکران جهان الان دارن حمایت میکنن از مردم ایران و چپ ها هم شما توجه بکنید که دو گروه هستن. بعضی از چپ ها هستن که تمام مسئله شون امپریالیسمه و اگر احمدی نژاد جلو امپریالیسم بیست و آقای چاوز بیسته اینا میشن برای اینا قهرمان، ولی در مقابل اینا یک جمعیت عظیم از چپ‌های در دنیا وجود دارن مثل آقای چامسکی، مثل هابرماس و اینها مسئله حقوق بشر براشون بسیار بسیار مهمه. لذا اینها در حالی که آمریکا رو سیاست‌های میلیتاریستی آمریکا رو محکوم می‌کنن، از حقوق مردم در کشور دیگه هم دفاع می‌کنن و ما انشالله امروز دوستان منتظر این هستیم که آقای چامسکی بیاد و اینجا برای همه ما صحبت بکنه. من از خانم نشاط دعوت می‌کنم که بیان برنامه رو مدیریت کنه. سلام به همگی و ممنونم از حمایت همه شما و من اولا بهتون بگم من تو عمرم از این کارا نکردم و اینکه ولی خوشحالم که با آقای گنجی همکاری میکنیم. من میخواستم فقط اول یه لیستی از دوستان که امروز سخنرانی خواهند کرد بهتون بگم، بعد هر کسی رو کوتاه بعدا معرفی کنم. اول شروع میکنیم با خانم شهرنوش پارسیپور، بعد آقای نوید حاضقی سخنگوی Where is my vote نیویورک سیتی، بعد پیامی از آقای محمد رضا نیکفر از آلمان، بعد آقای مهدی سحرخیز صحبت خواهند کرد، آقای حسین کمالی و آخر پیام آقای حسن یوسفی اشکبری خواهیم داشت. اول با خانم شهرنوش پارسیپور. واقعا من فکر نکنم کسی احتیاج داره که معرفی کنه ایشون رو. من خودم شخصا شانس بزرگی داشتم که با ایشون کلی همکاری کردم و الان فیلم سینمایی که بر اساس کتاب ایشون زنان بدون مردان ساختم ماه دیگه در ونیز خواهد اومد بیرون و اینکه افتخار میکنم که ایشون از کالیفرنیا این همه راه اومدن با هم باشیم و بفرمایید شهرنوشان. محترم صدای منو میشنوید یا گفتن از سیاست حرف نزنید و از عقاید سیاسیتون، بنابراین من یه برش دیگری رو برای بحث در نظر گرفتم که خیلی خلاصه در خدمتتون میدارم. هزاران در هزاران سال پیش انسان که شکارچی بود و در این حال ریشه های خوراکی رو جمع میکرد با دستای زمختش و ناخونهای شکستش آمد آبو با خاک خاکی کرد، گل درست کرد، یه بشقابهایی درست کرد، یه کاسه هایی گذاشت تو آفتاب که خوش بشه چون روش کوره هم نمیشنا و بعد اینا شد ظرفاش. این ظرفا جبهی تقدس گرفت به خودش. بعدها که این سیستم پیشرفته شد روی اینها نقشهایی کشیدن که بهش جبه نمادین مذهبی بده و از توی این نقشه ها الفبا بیرون آمد. پس انسان کوزه‌گر الفبا رو به وجود آورد و اینقدر مخف کارش بود که قوانین اساسی به وجود آورد، از جمله اینکه انسان از خاک ساخته شده و این رو خودش چون سازنده بود و خالق بود چنین در نظر گرفت که تا امروز این اندیشه اعتبار داره و وجود داره. انسان ابدارسازی که خط رو اختراع کرد و انسان‌های دیگری که در جوار او با هم کار کردن، ما آمدیم دسته هزاران سال رسیدیم به کامپیوتر. منتها باید توجه بکنیم که این هزاران سال انسان ابدارساز همیشه برده و بنده شده. چرا؟ چون هر انسان ابدارسازی ضعیفه. انسان ابدارساز دل مشغول کارشه و چون در خلاقیتش غرق میشه قدرت دفاع از خودشون نداره. حالت انسان ابزارساز مثل زن است که بارور میشه. زن بارور، زن آبستن همیشه ضعیفه و احتیاج به حمایت داره.
اینطوری شده که انسان ابزارساز اسیر دست متجاوزانی شده که در طی هزارها به هیچ ستم کردن و آزارش دادن و اذیتش کردن. ما امروز رسیدیم به مرحله ای که در کشور ما که در طی 7000 سال دائما زیر حمله قبایل بوده و یورش قبایل بوده و پدرش در آمده، سیستم جدید اندیشه‌ای که از طریق غرب رشد کرد و به اونجا منتقل شد، انقلاب سبز ما رو به راه انداخت، این جنبش سبز رو. چرا که ما میتونیم بگیم این نخستین انقلاب اینترنتی جهان است. یعنی اگر اینترنت نبود بچه های ما نمیتونستن مثل یک تن واحد با هم کار بکنن. همیشه گفته میشه که انسان یعنی جامعه دارای عقل نیست، برای همین باید رهبر انتخاب کنه. این درسته اگر یک سینمایی باشه و همه نشسته باشن و ناگهان آتش بگیره و یکی داد بزنه آتش، همه رو سر هم میزن و عده زیادی ساعت شده باشن. اندیشه به سرعت پخش میشه تو مردم، مردم به هم جواب میدن و مردم این جریان بسیار زیبای جنبش سبز در ایران بدون هیچ سری دارن پیش میبرن و من به شخصه به عنوان یه ایرانی واقعا کمرم راست شده و مغزم فعال شده و یکی از کاران نشستم به ایمیل اینو برای اون میتوستن، ایمیل اونو برای این میتوستن، هیچ فایلی هم نداره ولی میکنن چون احساس میکنم یک کاری هست. این صحبتهایی بود که میخواستم بکنم و در این حال به شما بگم من در انتظار یک جامعه هستم که همه آحاد جامعه ما بتوانند درش جا بگیرن. من مذهبی هستم ولی مذهب ندارم، اما حاضرم جانم رو بدم که فدایان اسلام، حزب الله و تمام جریان های افراطی راست بتوانند حرفشون رو بزنند. منتها اینها باید بدانند حق ندارن به جای من بیاندیشن. این نکته است که این انقلاب سر باید جا بندازه. در نتیجه اگر حزب الله و فدایان اسلام حق حیات دارن، سطح طلب ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ملی گراه ها، تمام سازمان ها و نهادهای چپ و راست و ملی و مرکز باید اجازه حرف زدن داشته باشن. اگر در یک جامعه یک نفر نتونه حرفشو بزنه، همون یه نفر میتونه قال و مقال را بندازه و میتونه وضعی به وجود بیاره که جامعه رو فلج کنه. به این نکته ایست که من میخواستم بگم و در این حال عرض کنم که بعضی شعارهایی که داده میشه منو اذیت میکنه. ما که از حالت بردگی و بندگی آمدیم بیرون، باید در کلماتی هم که به کار میبریم احتیاط رو رعایت بکنیم. 30 سال در ایران داد میزنن مرگ بر امریکا. خب مرگ بر امریکا یعنی چی؟ شما کلمات معنی دارن، مرگ یعنی مرگ. اگر من میگم مرگ بر امریکا، واقعا باید قصد کشتن امریکا رو کرده باشن. چه جوری میخوام این کار رو بکنم؟ آیا جز این است که من یک بنده هستم و از صیغه مبالغه استفاده میکنم برای که یه جزی حرفی رو بزنم؟ این شعار بدیه. اخیراً در جنبش سبز ما هم بچه ها داد زنن مرگ بر روسیه. این واکنشی بود در قبال اون مرگ بر امریکایی که دائماً گفته شده. ولی من پیشنهاد میکنم شعارهایی مثل مرگ بر روسیه، مرگ بر چین یا هر مرگ بری تبدیل بشه به یک چیزی که معنی داشته باشه. مثلا میشه گفت روسیه حیا کن. دیگه گفته نشه. ما اول انقلاب دیدیم در کنار مرگ بر یه ادم هداد می‌شدن اعدام باید گردن، فلان
بازگردد، بهمانی اعدام بازگردد. و یادتون نره معمولا انسان‌های متجاوز جذب نهادهایی میشن که قدرت تجاوز میده. ما حیران هستیم گفتیم اعدام باید گرده، اینا هی یه مشت رو گذاشتن سینه دیوار کی رو بخشن بهش. ما کشتیم همه رو، یادتون نره آقای خلخالی نکشته، ما کشتیم، چون اگه ما کلش نمی کردیم نمیتونیم تو کشتیم. از این به بعدم باید مراقب باشیم در هر شعاری که میدیم، کلمات معنی دارن. ما یک جامعه برده و بنده نیستیم که مثل زنی که عزیزش میکنن بزنیم تو شیرم بگیم الافی جز جگر بزنیم، نه، من هر کلمه معنی داره. آقای روسی معدب باش، آقای آمریکا در کار من دخالت نکن، ولی من اکبر معنی نداره. من عرض دیگری ندارم و همه تون رو به دست